مهر و درود و احترام و آرزوی ملی ما که هممون هم میدونیم چی هست یک بار دیگر آمدم خدمتتون با یک سری گفتار در واقع بیشتر درد دل هست اما درد دلی که شاید نگاه رو نگاه های همدیگر رو یعنی وقتی تو برای من درد دل میکنی من برای دیگری درد, درد دل میکنم یعنی که ناله نمیکنیم گرفتاری های ذهنیمون رو که بهش میگن درد دل دردقه هامون رو با هم قسمت میکنیم که شاید نگاه رو زوم بکنیم رو اون بخش خب روی این بخشی که الان میخوام صحبت کنم خیلی زوم کردن خیلی ها زوم میکنن و باید هم اما چیزی که امروز دیدم و خیلی درد به جانم نشست و خیلی سوال در ذهن من ایجاد کرد این بود که یک سری از دختران این سرزمین ما در خیابان بر سر این که گفتنش هم درد داره گفتنش هم درد داره بر سر این که کدوماشون سوار ماشینی که جلوی پاشون ترمز کرده بود تا ساعتی از بدن این حال لذت ببره سوار بشن دوا و گیس و گیس کشی داشتند کجا در قلب سرزمین اسلامی کجا در تهران زیر حتی فیلمی هم که دیدم پلیس هم میاد رد میشه و میبینه و میبینه که چطور دختران این سرزمین با هم بر سر اینکه که کدوماشون سوار ماشین بشن دعوا دارن امیر عزیزم درود بر تو همه عزیزانی که ما رو میبینن درد بر سر اینه که به قول زندیاد شاپور و بختیار اینها برای ویرانی مملکت معموریت دارن معمولیت های مختلفی رو از زبان افراد مختلف میشنویم یعنی این درد به این بزرگی در این جامعه هست بعد میبینی کسانی که مدعی مبارزه هستن و مبارزه هم کردند اینها میان البته نه همشون یه دشون شوی مبارزه دارن یه عده واقعا مبارزه کردن اما اینها میان هنوز شما رو بر سر کی میزنن بر سر شخصی میزنن که قبلا نظام رو داشته یک نظام دیگری داشته و اون نظام نابود شده از بین رفته فرو پاشیده نظام شاه رو دارم میگم هنوز بعد از نزدیک به پنجاه سال اینا میان شما رو تو سر اون میزنن یعنی الان نمی بینن که ما در چه قهقرایی افتادیم حالا و زمانی هم که میخوان صحبت بکنن یعنی ما الان افتادیم در تی یک سرودی داشتم کاش آمادهش کرده بودم به شعری رو گذاشته بودم روی آهنگ سلطان قلب ها که درش این رو میگفتم که ما در چاهی افتادیم که هنوز داریم فرو میریم یعنی هنوز به کف چاه به ته چاه هم نرسیدیم ما داریم میفتیم به ته این چاه یعنی هنوز پایانش رو هم در دید نمیبینیم اون وقت شما حسابش بکنید این کسان وقتی میخوان بیان از شاه از نظام پیشین انتقاد بکنن باید سرشون رو بالا بگیرن یعنی باید به اون بالا نگاه کنن با اون بالا اشاره کنن چون ما در طرف دره افتادیم اینا میخوان انتقاد بکنن باید به قله اشاره بکنن بعد میاد طرف میخواد راجع به آبان حرف بزنه میاد میگه که در آبان بود که محمد رضا شاهی پهلوی اومد در چهارده آبان گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم و بحث رو میخواد ببره روی این که اسم این کسافتی که 47 ساله داره مردم ایران رو به نابودی میکشه انقلاب یا شورشه بعد شاه والا اینطوری هم صحن. شاه خود شما اومد گفت انقلابه یعنی شاه شما این رو به عنوان انقلاب قبول کرد بعد شما خودتون به عنوان انقلاب قبول ندارید سخنشه بعد میگم به خودم فکر میکردم که آقا بگو اصلا انقلاب اصلا انقلاب باشکو او اول انقلاب میگفتن آ انقلاب مقدس انقلاب باشکو اصلا انقلاب زهرمار هر اسمی که میگه کسافتیه که ملت ایران رو کشونده به کسافت حالا بحث برسه خیلی جالبه نگاه میکنی میبینی که بازلها رو طوری چیدن که چپی و مذهبی و طرفدار رژیم و بخشی از کسانی که حتی خودشون رو مخالف رژیم میدونن اینا همه با سپازل های این عکس هستن این تصویر هستن بعد نگاه میکنه میبینی این چقدر جالبه که این آدم ها نام میبرم من ابایی ندارم که نام نبرم یکیش مثلا دکتر صادق زیبا کلامه حالا اون هیچ وقت با نظام جمهوری اسلامی نه تنها مبارزه نکرده که اعلام هم کرده اگه قرار باشه که من اصله به دست بگیرم مسلسل بگیرم من و خانواده هم اصله به دست میگیریم میرم از این نظام دفاع میکنیم حالا اگر ازش بپرسی از چی این نظام دفاع میکنی چیزی نداره بگه اما تنفر داره به نظام پیشین هنوز بعد از 47 سال یعنی من از دست تو عصبانیم یه کاری کردی عصبانیم آقا اصلا تو حتی نیای اصخایی هم بکنی من یه هفته دو هفته پنج هفته یه ماه دو ماه یه سال بعد این عصبانیت میخوابه اینا هم زدن طرف رو کشتن نظامش هم نابود کردن هم کینه یه چل و هفت سالشون یک ذره فروکش نکرده این خیلی بر من عجیبه جالبیه کار اینجاست که این چپی ها این چپی ها یکی دیگرشون کیه محمد رضا آلی پیام حالوه حالو رو من به عنوان یک هنرمند بارها گفتم کارهای جالبی داره هنرمنده و من واقعا هر بار که ازش یک ویدیوی میبینم تعجب میکنم که آقا این چه بحثیه حالو جان تو خیلی جالبه گویا که در عالم سیاست این حالوی عزیز ما آمده واقعا قسم خورده حالو باشه نمیبینه که دختران در ایران در امروز در خیابان ها بر سر اینکه کدوماشون اول سوار ماشین مشتری بشن با هم دیگه دعوا دارن اینو نمی اما میره از تو دل تاریخ اینو میکشه بیرون که در چهارده, آز... چهارده آبان محمد رضا پهلوی آمد گریان معلومه گریان معلومه که وقتی یک سری مثل شما ها بلند میشید مملکت و ساخته های و هفت ساله اون پدر و پسر رو نابود کنید من گریان میشم او میفهمید که گریان شد او کسانی که نمیفهمیدند خندان بودند دیگر اینکه مدام میگن این آه محمد رضا پهلوی بود که مردم ایران رو به اینجا نخر نخر. اتفاقا در یک سروده ای که برای صدومین سال تولد شاه گفته بودم درش میگم که تو مثل پدرهای خوب فرزندان ناخلفت رو هم حتی بخشیدی بخشیدی حتی کسانی رو هم که برای یک پدر مادر چون در کشور ما در طول تاریخ پدر سالاری بوده دیگه دیگه در این شکی نداریم که در جهان هم همین بوده حتی امروز به مسیح میگن فاتر حلیگ فاتر پدر مقدس پدر سالاری در جهان بوده در ایران هم بوده زمان شاه هم به نوعی پدر سالاری حاکم بود و پدر حتی اگر با دست های پینه بسته صبح ساعت پنج بلند می شد سر کار و دیرمخت می اومد خونه خودش رو فدا می کرد که این جوانش این پسرش این دخترش این خانوادش تا حد امکان در رفاه زندگی بکنه یعنی خودش رو دیده بودیم پدرها چقدر زود در دنیا میرفتن دیده بودیم همین امروز هم میبینیم چقدر زود پدرها از دنیا میرن چون خودشون رو فدا میکنن این حس فدایی پدر سالاری در روح و روان اجتماع ما هست نظام پهلوی هم پدر سالاری حاکمیت میکرد اما جالب اینجاست که تو میدیدی همه کاری میکنه که احوال تو خوب بشه و جالب اینجاست که اول چپ ها و بعد مسلمون ها یعنی مذهبی ها بهشون وارد شدن چپ ها می اومدن اونها هم همه کاری میکردن که همه کارهای خوبه این نظام رو بکشن به گه همه کارهای این نظام رو بکشن به گو معذرت میخوام اما واقعا جمله دیگری دیگه ندارم که بگم امروز میبینی که طرف بعد از اینکه که 47 سال مملکت رو به کسافت کشیده درش نقش داشته بعد میاد مثلا تعریف میکنه که بله در اون زمان ما دیگه احتیاج به پاسپورت ویزا نداشتیم میرفتیم بعد به ما مثلا ماهیانه این قدم دولت حقوق میداد بعد چه میدونم هواپیما اونم 40 درصد 60 درصد ارزونتر تر بود بعد فلان بود بعد بسار بود بعد اون وقت اینجاست که صدای ملت در میاد که آقا فلان فلان شده تو چه مرگت بود حالا چه مرگت بود جای خودش حالا چه مرگت بود جای خودش امروز که به اصطلاح فهمیدی که چه گوهی خوردی اون زمان حداقل امروز بیا بگو من رز روح اون دوران نه روح محمد رزا پهلوی نه خیلی چون محمد رزا پهلوی که یک نفر نبود که یک سیستم بود هزاران نفر داشتن با جان و دل با جان و دل کار میکردن که اون فضا به وجود بیاد از این طرفم یک عده ای داشتن کار میکردن که اون فضا رو به هم بزنن اینجا داشتیم یک سری آدم های آکادمیکر بودند و این خیلی جالبه یعنی من وقتی بهش فکر میکنم طرف استاد دانشگاه بود اینجا حالا بعدها با هم دیگه آشنا شدیم یه مقدار آدم شده بودن اما میگو ما دورانی که اینجا درس میخوندیم پولمون رو هم داشتن از دوران دانشجوییشون در زمان شاه در اینجا تعریف میکردن پولمون هم از دولت میومد اما اگر توی مراسمی که بر فرض مثال از طرف کنسولگری اون زمان زمان شاه برنامه گذاشته شده بود فلان گذاشته شده بود میرفتیم چیکار میکردیم اینقدر دورویی خب این آخر دو که تعریف میکردن چیکار میکردیم دانشجوی مثلا سربراه اما کابل میکروفونشون رو قطع میکردیم که صدای سخنران به گوش مردم نرسه این دانشجو چیکار میکرده فقط یه کابل رو قطع میکرده یه قیچه برمیشه یه کابل رو قطع میکرده اون باید چیکار میگن اون کسی که میخواد اینو درست کنه اگر میتونست اون شب درستش بکنه یه ساعت دو ساعت کار داشت این چقدر احتیاج داشت سه ثانیه پنج ثانیه نه یه دقیقه نه دو دقیقه اون چقدر نیاز داشت اگه وسایلش می داشت درست کنه دو ساعت یه ساعت اگر میشد چون کی به فکر می کرد که این دانشجویی که آمده اینجا که هم غذای مجانی بخوره هم بیاد اینجا هم دانشجوی هم حقوقش رو داره دولت میگیره هم داره احترامش رو داره هم پاسپورتش احترام و میزه و آمده اینجا دعوتش کردن که بیاد اینجا ببین آقا این آدم هایی که دارن این مخارجش رو میدن از پول این ملت میدن ولی تصمیم گرفتن که این پول امروز خرج این دانشجو بشه و نه در خرج فلسطین و کوفت و زهر مار این بابا رو دعوت کردن اونجا دیگه به این فکر نمیکنن که این نامرده به این فکر نمیکنن که این اینقدر احمق و پسته که بیاد چنین کاری رو بکنه بعد یارو میاد مثلا میکروفونش رو میکنه که ای صدای این طرف به اون طرف نرس امروز هم این اتفاق نیفته. اما جالبیه این کار اینجاست که همدیگر هم قبول ندارن یعنی این چپی ها این اونو قبول نداره اون اینو قبول نداره این اونو قبول نداره بعد بهشون میگه خیلی خوب چی میخواهید این نظام رو نمیخواستید چی میخواستید میاد میگه که وقتی از آقای مثلا زیبا کلام سوال میکنن که آقا این نظام الان به قرار به کسافت مطلق دیگه کشیده شده بعد میگه که بله اگه علا حز... نگاه کن جمله فقط, فقط جمله رو نگاه کنه باید واقعا بگم شدیدن من با اعدام مخالفم اما اگه قرار باشه بعضی‌ها رو اعدام کنن مثل آقای زیبا دو بار باز اعدام کنن منی که دارم این حرف رو میزنم در روزی که قرار ایشون اعدام بشه من خودم میرم پای چوبه دارش نمیذارم یعنی تمام کاری میکنم که اعدام نشه چون شدیدا با اعدام مخالفم اما اثر دردی که او با حرفاش با افکارش با عمل کرده چه هفت سالش در جان و دل ایرانی به وجود اوورده آدم میگه اینو باید دوباره اعدام حداقل اثر جمله اثر دقیدلی آدم میگه دوبار باید این آدم رو اعدام کنن که امیدوار نیستم امیدوار نیستم حتی خامنه ای ادام بشه که معتقد به این هستم اتفاقا یک شعری رو هم در موردش گفته بودم که آخرین نفری که در ایران ادام میشه خامنه ایه. ولی باز اگر از عقلم سوال بکنی میگم نه اعدام رو برای یک بار برای همیشه ما باید کات بکنیم و از این مملکت بندازیم بیرون اما میاد جواب میده چی وقتی بهش میگن آقا این نظامی که شما ویران کردید و آوردید الان به این کسافت خونه رسوندید این مسئولش کیه؟ میگه مسئول شاهه اگر علا حضرت شما مثل آدم حکومت میکردن ما به اینجا نمیرسیدیم آقا من دارم یه اتوبوس رو میرونم این اتوبوس سالم میداره میره ولی به دلخواه سرعتی که تو میخوای نمیره داره میره اکثریت کسانی هم که تو این اتوبوس نشستن راضی هستن یه سه چهار تا نخاله تو این ماشین اینا میان بالاخره موفق میشن مذارت میخوام موفق میشن رانندر از اتوبوس بندازن بیرون بعد بعد از اینکه اینو میندازن بیرون خودشون میشینن پشت ماشین و مدام میزنن به در و دیوار میره نزدیک دره میخواد بیفته تو دره حال مثل اون جریان یاد اتوبوس ارمنستان افتادم نویسنده ها رو میخواستن میره دانم بیفته تو دره میزنه به در میزنه به ماشین فلان میکنه زخمی میشه آدم توش سر آدم میخواد بعد اعتراض میکنی که آقا این چه وضع رانندگیه رانندگی قبلی که خیلی بهتر میروند میگه نه اون راننده قبلی اگه درست اونجور که من میخواستم میرون من نمیشستم پشتش هوای سامی عزیزم نلی ناسنین درود بر تک رشید عزیزم بعد میگه اگر علا حضرت شما مثل آدم حکومت میکرد یعنی همینه که اول گفتگو گفتم برای عزیزانی که نبودن یعنی ما به قدری به بد... درون در افتادین افتادیم که اینها وقتی میخوان صحبت بکنن راجع به زمان پنجا و هفت باید به قله نگاه کنند و کسانی که کف دره هستن به قله اعتراض میکنن که تو پایین تر از مایی تصور بکنید که چقدر احمقانه خنده داره یا رو افتاده کف دره میخواد به گذشته خودش اعتراض بکنه به نظام پیشین و از قله رو نشانه بره ها بعد میگه اون قله زیر پای منه خودش کف در رس. دختران امروز ایران بر سر اینکه کدوم ماشین سوارشون بکنه با همدیگه دعوا دارن لیلا مولوی عزیزم درود بر شما دعوا دارن اینا با هم دیگه تو مملکت اسلامی که قرار بوده الله حمایت و رهبریش بکنه و به قله های عظمت و انسانیت برسوند به دلخوش به این نباشید که فقط ما دنیای شما رو ما عاقبت و ابدیت شما رو هم از شرم گذشته نه سامی جان از شرم گذشته یعنی تو حسابش بکن اون کسانی که ریختن توی خیابون ما فریاد میزدیم که آقا دوم خوردادی ها این خاتمی برای شما نون آب نمیشه این همه فریاد زدیم رفتن و خاتمی رو انتخاب کردن و بعد یک ارجعیتی دادن که خود خاتمی خب که آشان چشم روی من تو نیستن اونو دنبال قرار دادن یک چیز خدمتون از کنم اونا فقط به دنبال اینن که توجیهی برای مردم خودشون داشته باشن یعنی از دوستان خود من که آلمانی وکیل بودند و وقتی من اعتراض میکردم به اومدن خاتمی به آلمان که حتی اینا اومدن یه روز و روز بچه که تو آلمان هستن میدونن سه چهار روز از شنگن اومدن بیرون آلمان سه چهار روز برای آمدن خاتمی از شنگن اومد بیرون و بعد این خیلی خیلی دقیق گوش کنه دوستان چون با رفتن مردم و اون 20 بیس میلیون 22 میلیون رایی که به خاتمی داده بودند اون 22 میلیون رایی که به خاتمی داده بودن یک ارجعیتی یک مشروعیتی برای نظام خریده بود که اروپایی ها بتونن به کشور به مردم خودشون این رو توجیه بکنن ببین مردم پشت اینا هستن رفتن رأی دادن خاتمی رو دعوت میکنن برای بستن قرارداد های آنچنانی سه روز از شنگن میان بیرون که هیچ گروهی از ایرانی هایی که میخواستن تظاهرات بکنن نتونن وارد کشور بشن یعنی در واقع حتی ایرانیان بازرگان بیطرف ایرانیان بازرگان مخالف ایرانیانی که نمی... نمیخواستن بیان برای تظاهرات میخواستن بیان برای امضای قرارداد از آمریکا از هر جای دیگه پشت مرس ها سه روز در بهترین هتل ها نگه داشتن گفتن ما تمام خسارت های شما رو میدیم اما نمیذاریم این سه روز رو وارد بشی تا قراردادها امضا بشه وقتی قراردادها رو با خاتمی امضاش کردن عین مرغی که هفش تا خروس بیفتن سرش و باش قرارداد ببندن ولش کردن به طرف ایران اون وقت مرزها رو باز کردن حالا من این رو اون روز قشنگ یادمه شنیدم که همچین اتفاقی میفته آمدم در بالکنم یعنی در واقع با بچه ها قرار داشتم که آمدم خونه خودم رو آماده کنم که بسیار بریم بیرون آمدم دوش گرفتم آمدم از بالکن دیدم که یک هلیکوپتر روی هوا ایستاده نورفکنش ای توی آپارتمان منه یعنی در واقع دفتر مجله آشنا بود در اونجا بود افتاد نور افکنش افتاده خب این ترس به دلم افتاد و کرده بودن ها آمده بودن کماندوها پیاده شده بودن یکی دو تا سه تا تو خونه طرف تو آپارتمان های نشسته بودن تو خونهش گفته بودن ببین بابا جان. تو هر چی دوست داری مذارت میخوام مواد کشیدنی خوردنی نوشیدنی خیلی خیلی معذرت میخوام اگر خانوم میخوای یا هر کوفتی میخوای سفارش بده به خرچ ما میاد اما تو حق نداری از این خونه بری بیرون یعنی اینقدر این قرارداد برای اینا نون آبدار بود حالا ایرانیان عزیز ما رفتن به خاتمی رای دادن خاتمی تموم شد اومد رسید به احمدی نژاد یک سری رفتن به احمدی نژاد رای دادن یک سری رای را ندادن ولی خب اون سری مهم اونجاست که اون کسانی که رای میدن اون مهمه نه کسانی که سکوت میکنن دخون نشون میمونن اونا رفتن رای دادن و از اون که تموم شد اومد یک دفعه رسید به چی؟ روحانی متشکریم یعنی کسانی این روحانی متشکریم ها از اون خاتمی و اون احمدی نژادی ها هزار بار بدتر بودن چرا؟ چون خاتمی رو ما دورش رو ندیده بودیم اون فریب رو هنوز نخورده بودیم روحانی فریب کپی خاتمی بود که ریختن و چقدر از آشناها و دوستان خود من کسانی که تا اینجا مثلا مخالف نظام بودند رفتن روحانی مچکریم رای دادن بعد آمدن توی فیسبوک منی که مخالف خاتمی روحانی حرف می زدم خاتمی و روحانی و زهرمان ما اول انقلاب این قطار چون سر این قطار به طرف تاریکی و به طرف نیستیه از اولین روز انقلاب ما مخالف این انقلاب بودیم هستیم و پرداختشان کردیم وقتی میگم ما نه اینکه فقط فقط خانواده من نه خیل. هزاران خانواده یعنی مایی که میگم نه من من که کوچکتری اما اون کسانی که آمدن و ادعا کردن ما مخالفیم یکیشون از اینجا رفته بود نمیخوام اسمشو بیارم پدرش دوست من بود و شدیدن هم مخالف جمهوری اسلامی و از مدیران ارشد کیهان تهران در زمان شاه بود که فوقلاده مخالف این نظام بود حالا دخترش به هر دلیلی رفته بود ایران و اونجا به خاطر حالا شغل گشوهرش داشت در آمد ای داشت و درآمد به فوقلاده دیگه دیگه اینجا از زیر چه سوسیال بگیری اومده بودم بیرون رفته بود ایران و تا این زمانی که اینجا بود اصلا او تو بیا ببین چقدر مخالف جمهوری اسلامی بود همین که رف یه خورده مزه پول و تجملات رفت زیر دهنش زیر زبونش و زیر دندونش آقا این شد به قول مخ... حالا ادعا میکرد که من هنون مخالفم بعد آمده بود توی صفحه فیسبوک من به من میتوپید که آقای رعیمی شرم بکنید از اینکه نمیذارید ایران به آبادانی برسه ببینید کسانی طرفدار خوات... روحانی متشکرین بودن و توی مقاله نوشته بودم این انقدر گفتن روحانی متشکرین روحانی بود. من فکر کردم متشکرین بخشی از نام خانوادگی این آقای حسن و فریدون روحانیه بعد آمده بود توی فیسبوک من نوشته بود که آقای رحیمی شرم بکنید از اینکه نمیذارید مردم ایران در رفاه زندگی کنن فقط جمله رو نگاه کنم در رفاه زندگی کنن شما میدونی که خانواده من همیشه مخالف این انقلاب بودن و فلان و بسار اینا گفتم خانم شما دیگه از اون خانواده نیستید شما دیگه جز اون خانواده نیستید پدر من همیشه گفتم پدر شما این جمله معروفی داره که به شما گفته خانم شما همین که دهنت رو باز میکنی بوی گند جمهوری اسلامی دهنت میزنه بیرون این حرف پدرت به تو و اون خانوم خانوم روحانی متشکری مثلشو گذاشتم و کم نبودن متاسفانه رفت چند وقت بعدش هم متاسفانه این دوست من پدرش فوت کرد یعنی همون پدری که دوست من بود پدر این دختر فوت کرد و ایران رو ندید با اینکه واقعا عاشق این بود که ایران رو ببینه و جالبه که وقتی که اسماعیل خویی بزرگ آمده بود برای مونیخ و میهمان من بود برای برنامه هفتادومین سالگرد تولد فریدون فراساد هفتاد و هفتومین سالگرد تولدش بود آره که آمده بود برای مونیخ با ایرج جنتی عطایی و او دعوت کرده بود و من رفته بود این منزلش چون خویی اسماعیل خویی نازنین عدس پولو خیلی دوستش و او هم دستپختش خیلی خوب بود دعوت کرده اون بود، و رفته بودیم اونجا و شب خوبی رو داشتیم در کنار هر دو عزیز بله این خاتمی متشکریم ها روحانی متشکریم ها احمدی نژاد متشکریم ها اومدن رسیدن به کی؟ شما بگید یا رو کی بود کشتنش آقای رئیسی چی چی بود اسمش اصلا یادم رفت اسم کوچیکش چی بود رئیسی اسم کوچیکش چی بود دوستان سعید بود نه چی بود اسم که این گور به گور شده خلاصه رسید به این آقای رئیسی رئیسی که دستش تا آرنج به خون مردم ایران جوانای ایران ابراهیم بله شش کلاس این یه آدم رفته بود کسی که تا آرنج دستش به خون مردم ایران آغشته است حالا اومده بود رئیس جمهور بشه و ما جلوی خانه جاسوسی که بهش میگن سفارت یا کنسولگری ما رفته بودیم و داشتیم تظاهرات میکردیم و یک سری ها اومده بودن که برند خیلی جالبه یک سری قاچاقی می یک سری کلاه و عینک پس آیا وقتی تو کلاه و عینک میذاری آقا من وقتی میرم جلوی کنسولگری بارها شده وقتی میرم تظاهرات بکنم اولین جمله که میگم اسممه نام فامیلمه آدرس خونمه بلند میگم آقا خونه من فلان جاست اگر خواستید بیاید منو بکشید بدونید من کجا هستم که نشون بده من شما ترسی ندارم بعد اون کسانی که به اسلام میخواستن برن به ابراهیم رئیسی رأی بدن اینک و کلاه و چه میدونم کم مونده بود دیگه مرده رو سری و چادرم سرش بکنه و بره تو این میون یه خانومی هم داشت میرفت و این وریام که به صلاح بچه های ما این وروای بودن که من خیلی مخالفم با حرف زیش زدن اینا اینا حالا هر کاری هم که میکردی باز یک سری این واژه بیشرف رو میگفتن بی بیشرف, بیشرف دیگه تا اینجا شو دیگه مجبور شده بودیم تا اینجا شو دیگه نمیشد دیگه جلوی کلشو بگیریم ولی حرف زشت دیگه من اجازه نمیدادم واقعا به خاطر حرمت خودمون نه بخاطر حرمت اونا اونا اگه حرمتی داشتن که نمیرفتن رای بدن به خاطر حرمت خودمون من یه جزه رو نمی دادم. ولی خب بیشرف رو می گفتن. بعد یه خانومی داشت رد می شود و می گفتن بیشرف اون وایستاد با اینا دهن به دهن شدن من یه دفعه این خانم رو می شنسن. رفتم اون خیابون که کسی که ادعا میکرد من شدیداً مخالف این نظام هستم، ایل هستم، بیل هستم گفتم خانم یه دفعه منو دید به حالت نمیگه ای آقای رحیمی اینا به من میگن بی اینا آقای شما خودتون حساب من بی شرفم اینایی که خودشون پولشون از اسرائیل میاد او خانوم به این کسانی که تظاهرات بچه های ما که تظاهرات میکردن پولیشون از اسرائیل میاد به من میگم بید. گفتم نخه خانوم اسرائیل اینا منم من دارم خرج تمام این تظاهرات میدم تمام تو این سالها هم من خرج این تمام تظاهراتو میدادم اسرائیل منم بعدش هم شما گفت من بیشرفتم گفتم خانوم یه کسی که میخواد بره به قاتل برادر و خواهر من رأی بده که او بیاد قدرتمندتر بشه بیشتر بکشه اسمش چی اگه بیشرف نیست اگر بیشرف نیست اسمشو شما بگید گفت دارم میرم به رئیس جمهور مملکتمون رای بدم ببینید جمله رو فقط نگاه کنید طرف هنوز کاندیدای ریاست جمهوریه این میخواد بره رای بده میگه میخوام برم به رئیس جمهور مملکتمون رأی بده یعنی رئیس جمهور شد تو نظر این توجه میکنید دوستان درد کجاست توجه میکنید ضعف کجاست توجه میکنید که ما از کجاها ضربه میخوریم ما از اون پاسداره ضربه نمیخوریم ما از اون بسیجیه ضربه نمیخوریم این کسان این کسان این کسانی که طرف در مادرش به شوق نام محمد رضا پهلوی اسم بچهشون رو گذاشته محمد رضا به شوق نام رضا پهلوی اسم بچه‌شو گذاشته رضا حالا این طرف آمده میبینه خب نه محمد رضایی هست نه رضایی در قدرت است الان نون در اینه که به اینا حمله کنه اونقدی که به رضا پهلوی و به محمد رضا پهلوی حمله میشه یک هزارمش به رژیم جمهوری اسلامی که امروز داره جنایت میکنه جنایت در جنایت یک هزارمش نمیشه و بعد اسم خودش رو طرف میذاره آزادی خواه و ایران پرست صد در صد یک سریه رو فریب میده صد در صد یک سری از جوانها ها میان حرفای این طرف رو باور میکنن مو... چون گذشته که نمیدونن چون نمیدونن پشت این حرفاش که چی خوابیده به کجا میخواد ببره باور میکنن و بعد میرن میریزن توی دره یه داستانی هست خلاصهش رو براتون میگم که مرغ مایخار وقتی که داشت پیر میشد دیگه نمیتونست با اون سرعتی که میپرید توی آب و ماهی رو میگرفت بپره و ماهی رو بگیره میاد میگه خب من امروز که دارم پیر میشم باید کار دیگه ای بکنم نوع دیگه ای رفتار بکنم و میاد به این ماهی ها یعنی در واقع به خرچنگ اطلاع میده که دارن ماهیگیرا میان و این برکه رو خالی از ماهی بکنن و همه شما رو با خودشون ببرن اما چون من پرواز میکنم اینا که مثلا خارج از کشور هستن و به اونها میگن آره بله ما خارج از کشوری میبینیم میدونیم اطلاع بیشتر از شما داریم بر شما داریم این پرنده هم همین همین دقیقه اینطوریه من چون پرواز میکنم میدونم که در چند کیلومتری اینجا یک برکه دیگری هست بالای کوه که این مایگیرا هم از اون برکه بیخبرن و همین که اونجا بلندیه و نمیتونن برن اما چون این برکی الان شما درش هستید پایینه میان و شما رو اینجا رو خالی میکنن لایب میکنن اصلا ما یا پرسیدن چاره ما چیه؟ رو هیچی اینه که شما من بیاید ببرمتون اتون دیگه من واقعا دیگه مجبورم دیگه فداکاری بکنم دیگه شماها رو ببرم به اون برکه و در اونجا دیگه راحت زندگی بکنید کار به جایی میرسه وقتی این هم همه میون ماهی ها میفته ماهی ها از هم دیگه سبقت میگرفتن که اول منو ببر اول منو ببر اول منو ببر و این میومده گروه به گروه میبرده و به اصلاح تو برکه جدید خالی میکرد و میومده فرداش دوباره مثلا یه سری رو پس فردا یه سری همینطوری میومده و میبرده تا نوبت میرسه به خرچنگه حالا خرچنگ مثلا میشن روی پشت این پرنده و مایخا رو که به برن به اون برکه وقتی پرواز میکنن به یک جایی میرسن که خرچنگی از اون بالا میبینه او چقدر اسکلت ماهی اینجا ریخته و میفهمه که این کبوتره این مرغ مای خار این بابایی که میاد مردم رو فریب میده ماهی ها رو میبرده اونچه میخورده روز بعد میامده دوباره یه سری رو میبرده دیگه زحمت هم نمیشنه اونا خودشون میامدن تو منقار این اونجا میشه که چنگکاش رو غلاب میکنه گردن گرد گردن این مرغ خوار که خفش بکنه و این مجبور میشه فرود بیاد و بالاخره خرچنگ این رو خفه میکنه و را میفته بیاد به طرف برکه که میاد این خبر رو به ساکنان این برکه ماهی دیگه میده که بله آقا این خائن او بوده حالا فرق این که آیا اون مرغ مایخار خائن بوده؟ دروغگو بوده ولی خائن نبوده چرا؟ چون مرغ ماهیخاره من از آخوند من به آخوند هرگز نمیگم خائن چون اصلا در تیم من نبوده که به من خیانت بکنه خیانت زمانی اتفاق میفته که من و تو با هم دیگه هم پیمان بشیم را بیفتیم و تو وسط راه به من خیانت کنی یا من به تو خیانت بکنم اون میشه خائن اما من به دشمن خودم که نمیگم خائن این که میان میگن خامنه ای خائن خامنه خائن نیست خامنه ای از اول موقعیتش و ماهیتش مشخص بوده خائن این کسانی هستند که در داخل ما هستند راهنمای چپ میزنن یا راهنمای راست میزنن به چپ میپیچن خائن این کسان هستند مرغ ماهی خار خواهی نبود آقا اسمش روشه مرغ ماهی خار آخوند اسمش روشه تویی که نباید اعتماد بکنی به این آخوند حالا این آخوند هر کی میخواد باشه حالا اخیرا هم اومده که اون آقای عبدالحمید مولوی که اینقدر طرفدار مخالفان بود و فلان بود و بیسار بود حالا اومده به 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 ببین آخوند آخونده حالا هر کی میخواد باشه خائن اون کسیه که میون جمع ما ایستاده و با دشمن لاس میزنه سیگنال میده چشمک میزنه بوس میفرسته اون خائنه نه دشمنی که روبروی من ایستاده تو من به دشمن روبروم شدیدن احترام میذارم دشمن روبروی منه خیلی هم مشخصه چهرش هم مشخصه و این احترام از کوروش میاده کوروش در جنگ با شاهی که در روبروش می جنگید و کشته می شد جنگ رو نگه می داشت با مراسم خود اون شاه با مراسم رسمی اون ش... قبیله اون شاه اون کشور اون شاه رو به خاک می سپرد طرفداران چند بار اعتراض کردند که آقا این دشمن ما بود گفت دشمن ما بود دشمن یک رنگ ما بود و شاه بود باید احترامش به جا باشه احترام دشمن جای سر جای خودش هست در نظر من کسی که پشت من ایستاده داره به دشمن رو روبروی من چشمک میزنه او خائنه اونه که من رو به شکست میکشونه و نه دشمن روبروی من این نکته رو خیلی باید دوستان بهش توجه کنیم و چشمامون رو باز بکنیم ببینیم این افراد کدوماشون کدوماشون هستند که ما رو فریب میدن یعنی این رو هم بگم همون خرچنگی که مرغ ماهی خار رو کشت خودش بانی قربانی شدن این ماهی ها بود به خاطر اینکه اولین کسی که به مرغ ماهی خار ایمان اوورد خود این خرچنگه بود خرچنگه بود که میرفت حرف مرغ ماهی خار رو برای ماهی ها ترجمه میکرد آقای بازرگان بود آقای بنی صد بود یزدی بود قدساده بود اینها بودند که می اومدن حرف اون مرغ مای خار رو ترجمه میکردند برای دنیا و ملت ایران و خودشون هم قربانی شدن خودشون هم قربانی شدن اما از قربانی شدن اونها نفعی به, به به من ایرانی نرسید به این مملکت نرسید به نسل آینده نرسید فدا شدن اونها فدای اشتباهات شد خودشون شدن فدای درویی خودشون شدن آیا به من نفی میرسه؟ نخیر ولی من هم به عنوان یک ایرانی ضربه ضربه شدید خوردم ضربه تاریخی خوردم ضربه خوردم که شاید دو ستون از چهار ستون من ضربه خورده من امروز چه باید بکنم من ایرانی چه باید بکنم که اون دو ستون دیگر رو علاوه بر حفظ بکنم یک ستون دیگر بهش بیافزام که این خونه نریزه تا بتونم ستون چهار روم رو احیا بکنم درد بسیاره درد خیلی زیاده دوستان اما دوست دارم این سروده فردای زیبای من رو که 24 نوام دو روز پیشتر گفتم تقدیم حضورتون بکنم و خداییش هر واقع این سروده رو تو این دو روزه وقت کردم دوباره خوندم انگار که دردی بود دوباره به جان خودم نشست فردای زیبای من من که برای زندگی هرچه بخواهم اینجاست هم راه هست و هم توان هم افق ره پیداست هم کفش من خوب هم یاران موافق هم سالار کاروان یک آقایی که آغاست مانده فقط بخیزم از رخت خواب گرمم اینجاست که بین سستی با اهل خانه دعواست گوید که من بمانم خوش آمدید جملگی اون چیزی که به نام سستی در این روح و روان ملی ما هست به اونایی دیگه که میخوان برن میگه آقا من میمونم شما خوش آمدید گوید که من بمانم خوش آمدید جملگی میل سفر ندارم سفر به من نزیباست گویم سفر زندگی است جمله مسافرانیم مقصد ما نه اینجا که فرداهای فرداست با خنده ای بگوید من اهل روز پیشم فردای من کنون است فردا مال شما هاست سپس لحاف بر سر کشید و قلتکی زد خیره به راه گفتم فردای من همین جاست خیره به راه گفتم فردای من همین وقتی جنگ درونت وقتی جنگ درونت آهت از سینه میاد بیرون چشمت به آینده است اما پاهات در یک سیمانی محکم بند هست اونجاست که با حسرت چیزی رو که نمیخوای بپذیری رو به خودت میقبولونی ولی من نمیخوام من مجید رایمی نمیخوام همچین حالتی داشته باشم من میخوام به قول شاعر میگه که شعرش یادم نمیاد یعنی ولی معناش تو ذهنم هست میگه چقدر زیباست که در میدان عشق میدان مبارزه با سیاهی جان بدی که اونجاست از دریچه نور به روشنایی ابدیت میپیوندی چرا چون در ذهنت تو خورشید رو داری در یک سروده شب یلدا که به زودی میاد شب یلدا که میگم آهنگ شده که میگم شب یلدا شب یلدا میاد و شاق شده قلب عاشق واسه معشوق از دیدنش داغ شده بلندترین شب زمستونه عاشق تا صبح ترانه میخونه شب سیاه و سرد و بارونه روی زغال سیاهیش میمونه یه بخشش میگه وقتی که عاشق با عشقش باشه ترسی نداره از این شب تار سردی و وحشت معنی نداره وقتی که خورشید باشه تو افکار سردی و وحشت معنی نداره وقتی که خورشید باشه تو افکار وقتی من خورشید و تو ذهنم دارم دیگه از این از این سردی نمی ترسم. سپاسگزارم از همه عزیزانی که الان همراه من هستن در این نیمه روز سه‌شنبه 26 نوامبر 2024 که برابر میکنه با ششم آذر 2583 شاهنشاهی ایرانی یعنی واقعا هر روز هر هفته هر ماه بیشتر به این نکته واقف میشم باورمند میشم که ما در پس این سامانه میتونیم ایران رو نجات بدیم اولویت اول من رضا جان باد. اولویت اول من ایرانه اگر من طرفدار رضا پهلوی هستم به خاطر ایرانه به خاطر اینکه در او این رو میبینم که میتونه نجات بخش این سرزمین باشه اما چک سفید حتی به رضا پهلوی هم نمیدم با تمام عشقی که به او دارم چک سفید بهش نمیدم چون چک سفید دادن به هر کسی روی کره زمین یعنی به خطا کشوندن اون شخصه پس چک سفید نمیدیم دوستش داریم حمایتش میکنیم تشویقش میکنیم که بتونه بیشتر و بیشتر از خودش توانایی بکش بیرون برای این سرزمین چون صادقانه آچقانه مملکت رو دوست داره که عمرش رو هم گذاشته برای این سرزمین و در طول این 47 سال همه شاهد بودیم هر کاری که تونسته کرده با اینکه اینقدر زیر فشار بوده خیلی سالها نمیدونستیم اما الان که میدونیم الان که میدونیم صابر عزیز حالا باورمندیم به رضا پهلوی برای ایران باورمندیم به سامانه پادشاهی برای ایران حالا این رو هم بگم خدمتون به عنوان آخرین جمله این آقای, آقای آقای جوانمردی علی جوانمردی رو دعوت کرده بودم به گفتگو و ایشون گفتش که پیغام داده بود که توسط دوستی پیغام داده بود که نه این سطلی ها من نمیدونم حالا غندم ب... میگیره حالا چون خیلی تمسخر مسخره است این حرفشون دیگه به طرفداران سامانی پادشاهی هرچند بهشون میگی که آقا مسلطنت طلب نیستیم ما طرفدار سامانی پادشاهی هستیم اونا میگن سطلی ها سطل از کجا آوردن حالا آوردن دیگه دیگه گوهر عیب که سلطان بپسندت هنر است حالا آوردن این سطلی ها فوش میدن تویم میکنن و فلانه بسار بعد این دوست گفته بود که نه آقا آقای رحیمی حالا مثلا گفته بوده فلان از این حرفا خب ما من واتساپش رو گرفتم که به تماس گرفتم که نوشتم براش گفتاری نوشتم براش که آقا بیا تو برنامه بتونیم خیلی رو در رو با هم دیگه چا... اصلا به قول آلمان ها زیر چهار تا چشم با هم دیگه حرف بزنیم رمزدین عزیزم بیا با هم دیگه حرف بزنیم گفت نه شما سطلی ها توهین میکنید به آدم گفتم خب الان من میخوام ببینم که کی داره به کی توهین میکنه اسم من سطلیه کی الان داره کی به کی توهین میکنه ببین اینا خیلی هاشون خیلی 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 رک بگم حرف دهن خودشون رو هم نمیفهمن نمیفهمن چی دارن میگن چون نمیفهمن چی دارن میگن اونو میندازن به گردن دیگری و خودشون هم با خودشون یکی نیستن عزیز دل سپاسگزارم که به پایین این برنامه نشستید سپاسگزارم که دلبری ایران در گرو دارید سپاسگزارم که اگر این گفتار رو مفید میدونید برای دیگر دوستانتون میفرستید و سپاسگزارم که بی تفاوت نیستید چون بی تفاوتی دشمن بزرگ ملت ایرانه تاریخ ایرانه و نسل در راهه مهر انسان به دل مهر ایران زمین گشت آیین ما برتر از خدا و دین بدرود